به یاد دلیر مرد جونقان شهید جمشید مختاری. من جمشید مختاری از شهر همیشه در خیزش جونقان هستم. 39 ساله بودم و دو دختر داشتم به نامهای مبینا و گلاره. شغلم گازرسانی به خونه های همشهریان بود و تو شرکت جوش طلایی کار میکردم. همه اهالی جونقان من رو میشناسن. من پدری خوش اخلاق بودم. حتی وقتی احساس میکردم کسی ازم ناراحتی داره میرفتم و از دلش در میآوردم. همیشه دوست داشتم برای اطرافیانم اسباب شادی فراهم کنم. برای همین تو همه مجالس رقص چوب محلی را مینداختم و میرقصیدم. من بچه‌ها رو خیلی دوست داشتم. باهاشون بازی میکردم و اونا با من خیلی راحت بودن. اصلا یکی از دلایلی که من با این حکومت مخالف بودم سرنوشت و آینده همین بچه‌ها بود. دلم میخواست این حاکمان فاسد سرنگون بشن و این بچه‌ها آینده روشنی داشته باشن. اگه خاطرتون باشه تو بهار 401 اعتراضات علیه گرونی افسار گسیخته شروع شد. بله. دقیقا همین ایام بود ما هم تو جونقان اعتراضات رو شروع کردیم. روز 22 اردیبهشت وارد میدان شهر شدیم و امیدمون این بود که جرقه قیام سراسری رو بزنیم. اون شب دفتر امام جمعه فاسد خامنه‌ای تو جونقان و بسیج ضد مردمی در شعله‌های آتش خاکستر شد. حکومت از ترس به شهر حمله کرد و 50 نفر بازداشت. اما قیام جونقان تا 25 اردیبهشت ادامه داشت. روز 27 اردیبهشت که اوضاع کمی آروم شده بود، من تو خیابون توسط مامورای لباس شخصی سپاه با 7-8 تا ماشین پر از وحوش محاصره شد. دوستمو دستگیر کردن و می‌خواستن منو هم دستبند بزنن و ببرن که باهاشون درگیر شد. من که بدن ورزیده‌ای داشتم با مشت زدمشون و فرار کردم. حضوری که دنبالم می‌کرد بزدلانه از پشت بهم شلیک کرد. گوله از زیر کتفم عبور کرد و ریه‌هامو سوراخ کرد. من افتادم. بعد از این جنایت مامورای سرکوبگر با شلیک‌های هوایی از دست مردم فرار کردند. مردم منو به بیمارستان سینا بردن، ولی من به خاطر سوراخ شدن ریه‌هام زمان زیادی زنده نموندم و جونم رو فدای آزادی مردم ایران کردم. برادر منو به خونه برد تا پاسدارا نتونن بدزدن و ببرن. همسایه‌ها یخ آوردن و روی پیکر بیجان و خونینم گذاشتن. یگان ویژه جنایتکار خامنه‌ای برای دزدیدن پیکرم دوباره به جونقان حمله کرد. اما این بار مردم شریف شهرمون تو همون نقطه‌ای که من گوله خورده بودم جلوی سرکوبگرا ایستادن و نذاشتن اونا وارد شهر بشن. برادرم با نگه داشتن پیکرم پاسدارای جنایتکار وادار کرد تا اعتراف کنن که اطلاعات سپاه منو کشته. و روز بعد من در میان انبوهی از جمعیت عزادار همراه با نوای ساز و دهل بختیاری به خانه ابدیم بدرقه شدم. و در مراسم چهلومم دختر بزرگم به دادخواهی خون من برخاست. فقط چرا بابا رو کشتی؟ کدوم نوع رو بدی کشت؟ یکی باید بیاد به من بگیر. در سال نو دختر کوچیکم برای من و همه عاشقای راه آزادی که بعد از من در راه آزادی به خون نشستن ترانه خوند. سلام بابا جمشید، کجای آسمونی؟ دلم برات تنگ شده، میخوام آهنگ فراهه رو برات بخونم. برای جمشید که جنگید و نترسید، برای مهسا که قامت خم نکرد، برای نیکو محمد رضا و آرزوهایش، و برای کیان و همه شهیدان راه آزادی و عاشقان راه آزادی. روحتان شاد، به کدامین گناه کشته شدید؟ و برادرم بر مزارم حاضر شد و برای ادامه راهم با من تجدید عهد کرد. جمشید جان، به چشم‌های بیقرار تو قول می‌دهم، ریشه‌های ما به آب، شاخه‌های ما به آفتاب می‌رسد. ما دوباره سبز می‌شویم. ما به چشم‌های بیقرار تو قول می‌دهیم، انتقام خونت را می‌گیریم. در سال جدید با تمام شهدای راه آزادی عهد و پیمان می‌بندیم که راهشان را ادامه می دهیم. از کردستان تا جونقان جانم فدای ایران. از زاهدان تا جونقان جانم فدای ایران. از ایزه تا جونقان جانم فدای ایران. بله، آن روز که من در خاک جونقان به خاک افتادم،
کسی فکر نمی کرد که چند ماه بعد طوفانی از قیام به پا خواهد خواست و زمین رو زیر پای خامنه‌ای به لرزه در خواهد آورد. اما چنین شد. من یقین دارم که با این جانهای پاکی که بعد از من در قیام سراسری فدای آزادی شد، به زودی قیامی دیگر توفنده تر آغاز خواهد شد. اون روز من را در لبخند آزادی مردم خواهید دید.